تأکید رئیس جمهور آمریکا بر پایان مسئولانه جنگ افغانستان و کشته و زخمی شدن بیش از 60 تن در دو حمله انتحاری در ولایت میدان وردگ. به نام خداوند یکتا و با عرض سلام به برنامه خبری این ساعت ما خوش آمدید. امروز شنبه 11 سنبله سال 1391 خورشیدی برابر است با اول سپتامبر سال 2012 میلادی. من فواد امان هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تاکید می‌ورزد که واشنگتن نبرد افغانستان را مسئولانه پایان خواهد بخشید. با گفته رئیس جمهور آمریکا، نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی هم مراقب خواهند بود تا از افغانستان باز هم به عنوان محل برای حمله بر آمریکا کار گرفته نشود و یک بار دیگر بر پایان یافتن برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی تا سال 2014 میلادی تاکید می‌ورزد. نزدیک به یک سال پس از پایان جنگ در عراق، بحث پایان بخشیدن به نبرد افغانستان مطرح می شود. کاری که به گفته رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، واشنگتن به گونه مسئولانه به آن خواهد پرداخت. You left Iraq with honor. Your mission complete. همانند جنگ عراق، ما می‌خواهیم این نبرد را هم مسئولانه پایان بدهیم. در سال آینده افغانان رهبری تامین امنیت را در کشورشان به دوش خواهند گرفت. در سال 2014 انتقال مسئولیت‌ها کامل می‌شود و حتی چنانچه این جنگ به پایان می‌رسد، ما مراقب خواهیم بود تا افغانستان بار دیگر به منبعی برای حمله بر آمریکا مبدل نشود. اما از دید وزارت دفاع افغانستان، پس از 2014 نیز این کشور گواهی چالش‌های امنیتی خواهد بود. از یک طرف یک کمیت معینی از قوای خارجی به افغانستان خواهد بود و در این حال این پیمان‌های استراتژیکی که امضا شده، اینا میتونه یک با حمایت دیگر باشه از نیروهای امنیتی افغان. اما دقیقاً اوضاع چگونه خواهد باشه، خب بستگی بیداره که مسائل صلح به کجا میکشه، امیر روابط کشورهای منطقه‌ای و صداقتی که در این روابط وجود داره ای تا چه پیمانه اتفاق خواهد افتاد و اکثری مسائل دیگه. با این هم هنوز از چگونگی اوضاع امنیتی در افغانستان پس از بیرون شدن بخش بزرگ از نیروهای خارجی و مسئولیت پذیری بیشتر نیروهای امنیتی افغانستان تصویر روشن وجود نداره. ای که بعد از سال 2014 جنگ در افغانستان ختم است، ما فکر میکنم که به هیچ وجه جنگ در افغانستان ختم نیست. متاسفانه تروریسم در منطقه در حال تقویه شدن است. ما فکر میکنم که این یک زمینه مساعد برای تقویت بیشتر تروریسم در افغانستان خواهد بود. بیشتر هم مقامات آمریکایی درباره آینده نبرد در افغانستان چنین گفته‌ای داشتند. اما پنداشته می‌شود که با وجود این ابراز نظرها، نه تنها هنوز اوضاع امنیتی در بخش‌های دوردست این کشور بهبود نیافته است، بل حتی برخی از بخش‌های مرکزی هم رو به ناامن شدن نهاده‌اند. از سوی دیگر امریکا هشدار می‌دهد که منابع مالی و افراد نظامی شبکه حقانی را هدف قرار می‌دهد و نیز بر پاکستان فشارها را جدی می‌سازد تا بر ضد این شبکه اقدام کند. وزیر خارجه امریکا می‌گوید که تا 8 روز دیگر در مورد شامل شدن شبکه حقانی به معیارهای گروه‌های حراس افغانی با کنگره این کشور گزارش خواهند داد. نظرالدین مصلح جزئیات می‌دهد. بحث در مورد شامل شدن شبکه حقانی در فهرست گروه‌های حراس افغان از دیر زمانی در محافل سیاسی آمریکا و افغانستان مطرح بوده است. اما در تازه‌ترین مورد، هیلاری کلینتون وزیر خارجه این کشور میگوید که در 9 ماه روان میلادی در مورد شامل شدن شبکه حقانی به گروه حراس افغانی به کنگره این کشور گزارش خواهد داد. به گفته بانی کلینتون، واشنگتن در شرایط کنونی منابع مالی و اطلاعاتی و همچنین افراد نظامی وابسته به این گروه را آماج قرار خواهد داد و بر پاکستان نیز فشار خواهد آورد تا برای از بین بردن این شبکه اقدام جدی کند. ما منابع شبکه حقانی را خوشبانیده، افراد نظامی و اطلاعاتی این شبکه را مورد آماج قرار می دهیم و پاکستان را تحت فشار قرار می دهیم تا به خاطر از بین بردن این شبکه اقدام جدی کند. با این حال، برخی از مقام‌های پیشین و بر حال آمریکا در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفتند که آمریکا به دلیل اینکه روابطش با پاکستان خراب نشود، برای شامل ساختن شبکه حقانی در فهرست گروه‌های حراس افغانی تعلل می‌کند. این مقام‌ها همچنان می‌گوید که اگر گروه حقانی در فهرست گروه حراس افغانی قرار گیرد، گفتگوهای صلح حکومت افغانستان نیز پر چالش خواهد شد. اما کارشناسان افغان در این مورد نگاه دیگری دارند. شبکه حقانی یا حداقل طالبای پاکستانی
و برخی بخشای شبکه القاعده مخصوصا آسیای میانه‌ای ها به نحوی در تبانی و همکاری با ایالات متحده بودند. هیچگاه یک اقدام جدی مبنی بر خشکاندن منابع تمویلیشان و یا محدود ساختنشان یا از بین بردنشان از جانب ایالات متحده اقدامات مؤثر صورت نگرفته است. پیشنهاد شامل شدن شبکه حقانی در فهرست گروه هراس افغان چندی پیش از سوی مجلس سنای آمریکا تصویب و توسط باراک اوباما توشیح شد، اما نظر به قانون آمریکا وزارت خارجه این کشور مکلف است تا بررسی کند که این شبکه معیارهای شامل شدن در فهرست گروه هراس افغان را تکمیل کرده است یا نه. این اظهارات در حال مطرح می شوند که به تازگی بدرالدین حقانی مسئول نظامی عملیاتی این شبکه در حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در پاکستان کشته شد. در پای دو حمله انتحاری در ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک 10 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان و 2 پلیس کشته شدند و نزدیک به 30 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. سخنگوی پلیس ولایت میدان وردک به تلویزیون یک میگوید که این حملات انتحاری صبح امروز نزدیک ساعت 6 بر ساختمان این ولسوالی رخ داده است که در نتیجه 12 تن به شمول 2 زن و چند کودک کشته و نزدیک به 50 تن دیگر زخم برداشتند. گفته می شود در این حملات تلفات به نیروهای خارجی نیز وارد شده است. سایکل را چاوده نواسوا موږ چې منځونه وکړو دواری پرې وته دا شتي مونمر خود چې بیرته پرې وته چاوده نواسوا له یخوا بل موټر تیر شو کرش کې بارو دومره کرش نه ده دا کې بارو بس ما صبح امروز 19 تن بیمار را دریافت کردیم. وضعیت یک تن آنان وخیم است. 9 تن از بیماران به گونه سرپا تداوی شدند و سایر آنان منتظر عملیات جراحی هستند. شماره از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که اسدالله خالد از سوی نهادهای خارجی بند قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشر متهم است و نباید به حیث نامزد ریاست عمومی امنیت ملی معرفی شود. این نمایندگان از گماشتن احتمالی عبدالکریم خرم به حیث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نیز ابراز نگرانی میکنند و از این مجلس میخواهند تا جلوه مقرری عبدالکریم خرم را در این پست بگیرد. در غیر آن دموکراسی در افغانستان از بین خواهد رفت. هرچند تا اکنون نامزدی اسدالله خالد به حیث رئیس امنیت ملی و گماشتن عبدالکریم خرم به عنوان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از سوی ریاست جمهوری تایید نشده است، شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که اسدالله خالد از سوی نهادهای خارجی متهم به نقض حقوق بشر و قاچاق مواد مخدر است و نباید به این سمت گماشته شود. آقای اسدالله خالد که قرار است به عنوان رئیس عمومی امنیت ملی معرفی شود، اونا بارها از سوی نهادهای مختلف به اتهام قاچاق مواد مخدر اتهام وارد شده و در این حال کمیسیون یکی از مراجع حقوق بشری دیروز اونا را اتهام متهم به نقض حقوق بشر کردن. من شناخت دقیق با آقای خالد دارم از وقتی که من سمت سفارت در دوشنبه داشتم. ایشان دوبار از طرف استخبارات دولت تاجیکستان به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شد. اگر اینجا بیام میگه پاورش میگم ما میانجیگری کردم از زندان خلاص شد. به همین ترتیب تعجب آور نامزدی آقای خرم به پست ریاست انتخابات است، کمیسیون انتخابات است. کسی که باور به انتخابات و دموکراسی نداره از ایشان سند است، رسانه هایی را پخش کردن سند تصویری. تعجب است آقای کرزی میخواد که دموکراسی و انتخابات خفه کنه با انتصاب آقای خرم. روز گذشته سازمان دیدبان حقوق بشر اسدالله خالد را به نقض حقوق بشر و شکنجه زندانیان در دوران ماموریتش در سالهای 2005 تا 2008 به حیث واری غزنی و کندهار متهم کرده و از حکومت افغانستان خواسته است تا او را به ریاست امنیت ملی معرفی نکند. در همین حال برخی دیگری از اعضای مجلس این اتهامات را بی‌بنیاد می‌دانند. در شایعاتی که هست که فلانی در کمیسیون انتخابات از فلانی بلوی سارم غولی هست، تا زمانی که از طرف ریاست جمهوری رسماً مکتوب نامده به ورسی جرگه، و فکر میکنم اظهارات ما قبل از وقت است و همچنان تا زمانی که فیصله محکمه و یا قرار سارم غولی در رابطه اشخاص نباشه، ما نمیتونیم که بدون استاد اتهامات بالای کسی قبول کنیم. با تلاش زیاد موفق به گرفتن نظر تازه آقای خالد در این مورد نشدیم. این اظهارات در حال بیان میشوند که گفته میشود ریاست جمهوری فردا برخی از چهره‌های جدید را با پست های مهم دولتی به مجلس نمایندگان برای گرفتن رای اعتماد معرفی خواهد کرد.
جبهه ملی از آینده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به شدت نگران است و خواستار تشکیل یک اداره موقت پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می باشد تا مسئولیت برگزاری انتخابات را بر دوش گیرد. احمد ضیا مسعود رئیس این جبهه شرایط موجود در کشور را بحرانی و به گونه جدی نگران کننده می داند و از رئیس جمهور کرزی می خواهد تا از سمتش کنار رود. این جبهه همچنان هشدار می دهد که اگر حکومت در تغییرات اعضای کابینه مشارکت ملی را در نظر نگیرد، نظام کنونی از بنیاد متزلزل خواهد شد. جبهه ملی می گوید باور ندارد که انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در کشور به گونه شفاف برگزار شود. این جبهه امروز در نشست خبری خواستار تشکیل یک اداره موقت پیش از برگزاری انتخابات شده و می گوید برای رفع نگرانی ها باید این اداره مسئولیت برگزاری انتخابات را به دوش گیرد. مردم شریف افغانستان بالای این حکومت در برگزاری یک انتخابات شفاف کاملا بی عقیده است، اعتماد ندارند و ما به این عقیده هستیم به یک انتخابات شفاف صورت بگیرند و سنگ بنای دموکراسی در کشور به صورت درست نهادی نشود. بنابراین لازم است که هم یک کمیسیون برگزاری انتخابات بی طرف داشته باشیم و هم اداره سیاسی جای خود تعویض بکنه به یک اداره موقت که اداره موقت بتانه انتخابات به صورت درست به شکل بی طرفانه برگزار بکنه. جبهه ملی تصمیم حکومت برای تغییرات در پست‌های حکومتی را برای بهتر شدن حکومتداری خوب ناکافی دانسته و از حکومت می‌خواهد تا در این تغییرات مشارکت ملی را در نظر گیرد. تعینات در ادارات دولتی خصوصا در کابینه افغانستان به گونه‌ای باشه که اراده مردم افغانستان را تمثیل کنه، مشارکت ملی دهش رعایت شود و انتخابات بر مبنای شخصی سازی و یک جانبه سازی قدرت در افغانستان نباشد، بر اساس معیارها باشه. اگر ما هر گونه تلاش به خاطر قبضه کردن قدرت در دستان یک فرد و همه تعیینات ها با ملاحظات سیاسی صورت بگیره، این نظام افغانستان از اساس متزلزل میکنه. نگرانی جبهه ملی از انتخابات آینده ریاست جمهوری در حال است که اخیراً گزارش های وجود دارند که آقای کرزی تصمیم دارد تا عبدالکریم خرم رئیس دفتر خود را به حیث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کند. از سوی هم انارالحق احدی وزیر تجارت به تازگی در مناظره کابل از تلویزیون یک گفته است که باور ندارد با توجه به شرایط کنونی انتخابات شفاف در کشور برگزار شود. سفیر پیشین بریتانیا در کابل میگوید که افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی دارای یک دولت شکننده و بی ثبات با نهادهای ضعیف و فساد اداری گسترده باقی خواهد ماند. اما وی تاکید میکند که اگر جامعه جهانی افغانستان را از لحاظ مالی حمایت مالی کند، نسبت با آینده این کشور خوشبین است. ویلیام پیتی همچنان از لندن میخواهد تا برای پایان دادن به شورشگری در افغانستان با طالبان گفتگو کند. ویلیام پتی سفیر پیشین بریتانیا در کابل میگوید که افغانستان با وجود یک دهه تلاش‌های نظامی و غیر نظامی جامعه جهانی هیچگاه دارای یک دولت لیبرال دموکرات مدرن نخواهد بود. او در گفتگو با رادیو 4 بی بی سی تاکید کرده است که مشکلات فعلی افغانستان با زودی حل نخواهد شد. افغانستان دارای یک دولت شکننده و بی ثبات با نهادهای ضعیف و فساد اداری در سطوح بالا باقی خواهد ماند. اما او تاکید کرد که با وجود این پیشبینی حمایت‌های وسیع آموزشی و لوجستیکی برای نیروهای امنیتی افغان و مهمتر از آن کمک‌های مالی گسترده جامعه جهانی به افغانستان پس از سال 2014 میلادی وجود خواهد داشت. ویلیام پتی تاکید کرد که نیاز است تا جامعه جهانی به حمایت‌های دوامدار اقتصادی خود به افغانستان تعهد کند و در عوض از دولت این کشور بخواهد تا فساد اداری را حل نماید. افغان ها مجبور خواهند شد تا نشان دهند که آنان با حل معضل فساد اداری و مصرف پول های کمک شده بر بنیاد نیازهای تامین امنیت و توسعه کشورشان سزاوار دریافت کمک ها هستند. و همچنان پیشنهاد کرد که دولت بریتانیا به هدف پایان دادن به شورشگری و ایجاد روند سیاسی سراسری در افغانستان برای گفتگو با طالبان آماده شود. ویلیام پتی همچنان با اشاره به این مطلب که دیگر طالبان توان رسیدن به قدرت را ندارند، نسبت به موفقیت آینده گفتگوهای صلح با طالبان ابراز امیدواری کرد. این در حالی است که چند پیش مایکل سمپل نماینده پیشین سازمان ملل در زمان رژیم طالبان در کابل در گزارش گفته بود که رهبری طالبان دیگر باور ندارد که بتواند با استفاده از قدرت نظامی زمام امور در افغانستان را بر عهده گیرد.
مجلس نمایندگان از کارکردهای ورزشکاران اشتراک کننده در بازی‌های المپیک 2012 لندن و دو خبرنگار به شمول یک خبرنگار تلویزیونی یک ستایش کرد. این مجلس تاکید میکند که این ورزشکاران با امکانات ناچیز توانستند پرچم افغانستان را در بازی‌های المپیک به اهتزاز درآورند و باید دولت بودجه المپیک را افزایش دهد. نهاد بین المللی خبرنگاران که مرکز آن در واشنگتن دی سی آمریکا قرار دارد، سمیع الله مهدی مسئول بخش خبر و برنامه‌های سیاسی تلویزیونی یک را برنده جایزه جهانی خبرنگار شجاع سال شناخته است. به همین دلیل مجلس نمایندگان امروز از سمیع الله مهدی در نشست عمومی این مجلس تقدیر کرد. من به نمایندگی از ولسی جرگه افغانستان، در حالی که شما جوانان ارجمند را به حیث سرمایه‌های افغانستان و دستاوردهایتان را افتخار مردم این کشور تلقی میکنم، قابل ستایش و تمجید دانسته تقدیرنامه هایی را به مثابه تحفه معنوی از خانه ملت برای هر یک شما اهدا می نمایم. برنامه نقاب و مناظره کابل که از طریق تلویزیون یک نشر می شوند از طرح‌های سمیع الله مهدی است که بر کسب جایزه جهانی شجاع‌ترین خبرنگار او را کمک کرده است. قانون رسانه های همگانی با تعدیلاتی که از طرف خبرنگارا پیشنهاد شده خواهش تصویب شده دارم. پیشنهاد دوم خبرنگارا تصویب قانون دسترسی به اطلاعات و معلومات است که تا هنوز فکر میکنم به وزارت عدلیه افغانستان است. و پیشنهاد سوم خبرنگاران حذف سانسور از خانه ملت افغانستان است، چون ما همونطور گفتیم خبرنگارا خانه ملت به عنوان اصلی ترین رکن دموکراسی و اصلی ترین رکن مردم سالاری می‌دارن. ما بازم از بزرگواری شما، از ستایش شما، از کوچک نوازی شما سپاسگزار هستم. از سوی هم مجلس نمایندگان مقامات کمیته ملی المپیک و 6 ورزشکار اشتراک کننده در مسابقات 2012 لندن را مورد تقدیر قرار داد. در این مراسم مقامات کمیته ملی المپیک از مجلس نمایندگان خواستند تا برای پیشرفت ورزش در کشور بر افزایش بودجه این نهاد تلاش کنند. شما تصور کنین که رویداد لندن یک رویداد ورزشی تنها نبود، بلکه رقابت ابرقدرت ها بود. قدرت خود را به نمایش گذاشتند، تکنولوژی خود را به نمایش گذاشتند، تاریخ خود را به نمایش گذاشتند، کلچر خود را به نمایش گذاشتند، فرهنگ خود را به نمایش گذاشتند. در 204 کشور پرقدرت دنیا فرزندان برهنه پای شما میره دست و پنجه نرم میکنه، عریف شکست میده. در مسابقات جهانی لندن 6 ورزشکار از افغانستان در رشته های تکواندو، دوش و بوکس اشتراک داشتند که روح الله نیکپا در بخش تکواندو برای دومین بار مدال برنز را برای افغانستان کسب کند. ورود غیر قانونی به سایت های محرمانه نهادهای دولتی به ویژه نهادهای امنیتی کشور از سوی افراد ناشناس افزایش یافته است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که برای جلوگیری از این کار کارگاه 4 روزه از سوی این وزارت برگزار شده است و انتظار می رود که در این کارگاه مسوده راهبرد ملی سایبر امنیتی افغانستان آماده شود. هدف از برگزاری این کارگاه تنظیم راهبرد ملی سایبر امنیتی افغانستان است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که در این کارگاه متخصصان آمریکایی کارمندان این وزارت را در بخش مسئولیت سیستم‌های الکترونیکی کمک می‌کند. حملات اینترنتی در سایت‌های محرمانه شورای امنیت و 8 نهاد دیگر حکومتی در این اواخر وزارت مخابرات را واداشته است تا برای جلوگیری از این گونه حملات استراتژی ملی سایبر امنیتی کشور را جدی بگیرد. چند ماه قبل سایت اینترنتی شورای امنیت ملی کس تانست که با او داخل شود و تمام معلوماتی که در اونجا بود او را از بین ببره. در صفحه اینترنتی شورای امنیت ملی ما شما عکس اسامه بن لادن این واقعیت واقعیست که رخ داد. گردآوری اسناد در یک یا دو ذخیره‌گاه نهادهای دولتی و نیز تبادل اطلاعات در داخل و یا خارج از کشور بخش دیگر از دستور کار این کارگاه است.
اگه ما استراتژی داشته باشیم پیش از پیش، ما میتونیم بگیم که خب اگه یک عمل میشه در مقابل عکس العمل دولت چی خواهد بود. فعلا ایجاد قانون سایبر یکی از جزئیات مهمی از این برنامه است. بر بنیاد گفته های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی انتظار می رود در پایان این کارگاه 20 مورد در مورد مسئولیت سیستم الکترونیکی در کشور پیشنهاد شود. اداره توسعه ایالات متحده آمریکا 65 میلیون دلار را در بخش رشد کشاورزی در افغانستان هزینه می کند. وزارت زراعت و آبیاری می گوید که از این کمک ها 7 فرم تحقیقاتی در کشور بازسازی و تجهیز می شود و تا 5 سال آینده این پروژه ها عملی خواهند شد. از کمک 65 میلیون دلاری اداره توسعه ایالات متحده آمریکا 40 میلیون دلار آن از طریق بودجه دولت افغانستان در بازسازی و تجهیز فرم‌های تحقیقاتی در ولایت‌های کابل، هرات، بلخ، کندهار، کندز و شمار دیگر از ولایت‌ها به مصرف می‌رسد و متبقی آن از سوی اداره توسعه ایالات متحده آمریکا هزینه می‌شود که با بازسازی این فرم‌ها کشاورزی در کشور رشد خواهد کرد و درآمد کشاورزان نیز افزایش خواهد یافت. احیا و تجهیز 7 فارم مهم تحقیقاتی زراعت در افغانستان است. اینا قبل از جنگ موجود بودند اما از بین رفتند. ارزش 25 میلیون دلار قرارداد این پروژه ها که بیشتر آن در بخش ظرفیت سازی است به شرکت های آمریکایی داده می شود. اداره توسعه ایالات متحده آمریکا می گوید که کمک های این اداره در بخش کشاورزی در افغانستان افزایش می یابد. هزینه این پروژه تا 5 سال آینده پرداخت خواهد شد. به این معنی که سالانه 8 میلیون دلار به دولت افغانستان پرداخت می شود. از میان سکتورها بخش کشاورزی در صدر برنامه های اداره توسعه ایالات متحده آمریکا قرار دارد. به گفته وزارت زراعت و آبیاری در مرحله نخست در 16 ولایت افغانستان نهادهای ترویجی ایجاد می شود و این برنامه در دیگر ولایت های کشور نیز عملی خواهد شد. برنامه خبری این ساعت ما در همین جا به پایان رسید و از توجه و همراهیتان تشکر. خداوند نگهدارتان.